سلام استاد. سلام علیکم. احوال شما خوبی؟ متشکرم. چیه نام کاری که میخوایم بخونیم؟ یه دختر دارم شاه نداره. بازآفرینیه. میدونستین؟ بله بله شنیدم. امیدوارم که خیلی به ترانه لطمه نزنه. معمولا دیدین دیگه، ما غالبا تغییرات خیلی اندک میدیم. در مجموع ما بیشتر از 20% اثر رو دستخوش تغییر نمی‌کنیم انصافا. باش شما خوبی. بفرمایید. بخونیم براتون. بله بله بفرمایید. یه دختر دارم شاه نداره، صورتی داره ما نداره. نه نزنید، میز رنگ نگیرید لطفا. همینجور بخونید دیگه، کارا چیه میکنید؟ یه دختر دارم شاه نداره، صورتی داره ما نداره، از خوشگلی تا نداره، به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم، به راه دورش نمیدم، به حرف زورش نمیدم، به کسی میدم که کس باشه، پیرهن تنش اطلس باشه، به کسی میدم که کس باشه، پیرهن تنش اطلس باشه. بسیار خب، شما که حفظی چون نمیخونیم با من. هر کی وظیفه خودشو انجام میده. من اینجا وظیفه هم خوب بود استاد. امضا کنیم بره دیگه. نه دیگه، ببین یه دختر دارم شاه نداره. الان این فخری برای دختر شما نیستش که لنگه دختر شما رو شاه نداره مثلا. اصلا حرفی نیست که بخواید بگین. من شما متوجه نمیشین، منظورم اینه که آقا هر کسی یه شاهی که همه امکانات در اختیارشه، این دختر من نداره. معلومه دختر شما رو شاه نداره، دختر شما رو یک فرد عادی هم نداره، بعد همسایه شما هم نداره، چون هر کسی بچه خودشو داره. بنابراین از اساس این حرف اصلا اشتباهه. اشاره به شاه هم که این اشتباه رو پررنگتر میکنه. استاد متوجه نمیشی من چی میگم؟ نه خیر، متوجه نمیشم. الان شما بگیم من چیکار کنم؟ باشه. شما میخوای بگی مثلا دختر من این ویژگی‌هایی داره که دختر شاه نداره؟ بعد طبیعتا همین رو دارم میگم دیگه. دختر شاه مثلا چه ویژگی‌هایی داره فکر می‌کنی؟ نه همه امکانات داره. شما همین الان عکس‌ها رو سرچ مثلا دختر شاه نگاه کن، فکر می‌کنی مثلا خیلی دخترای مثلا زیبارو پریوشی بودن؟ مثلا میخوای بگی دختر من همه چی تمومه، کمالات داره، فضائل اخلاقی خاصی داره، سجایای ویژه اینا رو اگه می‌خوای بگی، خب بگو یه دختر دارم عیب نداره. خب صورتی داره ما نداره، چیه ویژگی صورتشون؟ یعنی ککمکی هن؟ یعنی چی ککمکی؟ میگم صورتی داره ماه نداره. صورت ماهو دیدی چجوریه؟ نه دیدی؟ جدی؟ پر از غفره و چاله چوله. اصلا ماهو نگاه میکنی قشنگ تو لک و پیس هست توش. یعنی صورت دختر شما همچین صورتیه؟ نه خب طبیعتا صورت زیبایی داره. اوه همینو بگیم، بگیم صورتی داره خیلی زیبا، الله جمیل و یحب الجمال. متوجه هستین؟ الان این صورتی داره ماه نداره، بله، نشون نمیده که من دارم میگم خیلی صورتش زیباست. چرا؟ خب ولی همینو بگید. خب همینو بگید، صورتی داره خیلی زیبا. بذاریم بالاخره ما هم یه تغییری باشو بدیم. باشه مقاومت نکنید. چشم، صورتی داره خیلی زیبا. الان بخونید یه دختر دارم چی؟ یه دختر دارم عیب نداره، صورتی داره خیلی زیبا، از خوشگلی تا نداره، به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم. خب الان میگیم به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم. الان به چیش میگیم؟ الان کس کسون یعنی چی؟ تو یعنی یه کسی کس. که خیلی کسه. خب خیلی آدم مهم میبره خودش کسی هست واقعا داره. یعنی اگه یه فرد شایسته ای بیاد خواستگاری، یه آدم صالحی باشه، معقول شما واقعا نمیدین دخترتون رو؟ با ازدواجشون موافقت نمیکنین؟ قطعا این کار رو میکنین، درسته؟ در واقع شما دختر دارین؟ آقا بحث رو عوض نکن، چه ربطی داره؟ حالا دلش نمیاد دختر رو بده. آقا دختر که مال مردم هستن، از قدیم گفتن خونه ای که توش دختر هست دم درش سکو هست. بله البته اینو میگم. آره سکو یا قاستگار بیاد بشینی، آقا دختر رفتنیه، دختر مال شما نیست، دختر مال مردمه. اگه منظورتون اینه که واقعا دنبال فرد شایسته این، به جای به کس کسونش نمیدم بگین مثلا به هر کس نالایقی نمیدم، به همه کسونش نمیدم بگید به آدمای حلهوله هم نمیدم. آقا توقع هم اینه که آدم حسابی باشه دیگه، یه آسمون جله، آدمت قزن قرتکیه، باری بر جهته، اینا نباشه دیگه. به راه دورش نمیدم، به حرف زورش نمیدم. یعنی واقعا شما از اونی هستین که دختر به راه دور نمیدین؟ نه دیگه بابا، میگم اصلا نمیخوام بدم. از یه شهر دیگه بیان خواستگاری اینا؟ نه سخته بابا، از یه استان دیگه. فرهنگا با هم نمیخوره، داستان است. ایده بدی نیستش. خوب به حرف زورش هم الان کسی که اصلا اجازه نداره بیاد به زور از شما دختر بگیره که
اینجوری که نیست، دوره خان و خانبازی اینا که نبوده دیگه، سپری شده دیگه. الان کی به زور میاد دختر بگیره؟ اولا که این ترنده مال همون موقع هاست. بله. دو این که برف زورش نمیدم، یعنی که آقا یه پسری بیاد بگه من عاشق دخترتونم، من بله. میخوام بشونم، من نمیدونم. نمیدونم. تا خودش سرش به تنش نیاد. پرنسپال خاصی داره اینجا برای ازدواج دختر. طبیعیه دیگه، آدم میخواد دختر دیگر گوشش میخواد بده شما الان. بله منم قطعاً اینجوریه، من معیارایی دارم. من حرف میزنم. بفرمایید. بله. بله. یه نفر به زور بخواد دخترتون بگیره میگه خب چرا درلم داریم با من کلکل میکنی؟ نه خب من کلکل که نیست، همش میگم به هر حال با یه جای باشه موافقت. بله زنده باشه. به کسی میدم که کس باشه، پیرهن تنش اطلس باشه. خب این کس باشه که خیلی گویا نیست. بابا یه کسی باشه واس خودش. خب با شفافتر بگید. یعنی اینجوری بگی خب یکی میاد بگه آقا منم کسی هستم، لطفاً دخترتون رو به من بدید. مجبور بگید به کسی تحقیق میکنم. بگید به کسی میدم که خوب باشه. واژه خوبو به کار ببرید خودش یعنی که شما بالاخره یه متر و معیاری دارین. اون آدم باید خوب باشه. واژه خوب گویاست. من خودم میگم دیدین دیگه تو این برنامه میگم مثلا از کارهای خوب، از شاعرای خوب ماست، مثلا از شبکه‌های خوب، همینجوری خوبو میگم. این تیکه کلام بل. شماست. خب من چرا باید بیارم تو کار؟ موفق میشه. بعد میگیم پیرهن تنش اطلس باشه. جریان چیه؟ شما روی این متریال اطلس تاکید خاصی دارین؟ دلبسته این الغه دارین؟ ها اصرار دارین حتما که جنس باید مثلا اگر این آقا اومد پیرهن تنش مثلا اطلس نبود، پیچ اسکن تنش کرده بود، شما نمیدین دخترتون رو؟ سوال من در مورد این مثلا اومد کرپ جورجت پوشیده بود، پیرهن کرپ جورجت، شما دخترتون رو نمیدین؟ ها کرپ ناز پوشیده بود مثلا، پیرهنش تترون بود، هر چی شما دخترتون فقط میگه اطلس؟ جدی؟ بحث اینه که وقتی پیرن پیچازی پوشیده بود. نه جواب بدین دیگه. مثلا پیرن شرمن تنش بود، جنس پارچه شرمن بود. شما دخترتون نمیدین؟ اصلا مانتیگول پوشیده بود، پیرن مانتیگول پوشیده. یادتون هست دیگه. خیلی قدیم. سه دگمه بودم. نمیدین دخترتون رو؟ میدین یا نمیدین؟ گیپورم داشت زرمان. گیپور آره گیپورم داشت توش. نمیدین دخترتون رو؟ بگین جواب بدین واقعا. بابا خب بزن جواب بدم. منظورم اینه که وقتی میگه پیرهن تنش اطلس، میکرو سیلک پوشیده بود، میدین دخترتون یا نه؟ میکرو پیچ پوشیده بود، هر چی واقعا، هر مثلا پیرهن آکار پوشیده بود، یادتون میاد پیرهن آکاری زبان، نمیدین دخترتون رو؟ میدین یا نمیدین؟ شما مواد تنش کرده بود، ساتن بود، دخترتون میدین یا نمیدین؟ ها آقا رفته به پارچه مقدم گرفته بود، مقدم متحری با مقدم که دیگه پیرن درست نمیکنه. کچلوار بود، کچلوار مقدم پوشیده بود، زیرش مثلا یه پیرن مثلا حالا کرب خاویاری مثلا، میدین یا نمیدین؟ جواب بدین. چرا سکوت میکنین؟ نمیدین. چیزی تر میکنین، نمیتونین پاسخ خوب باشه. بعد شما که اینو میگی مدلش چی؟ مثلا آقا پیرن عدس یقش چی؟ چه جور یقه مد نظرتون؟ یقه حسنی باشه، یقه کراواتی باشه، یقه خرگوشی باشه، یقه شکاری باشه، یقه دیپلمات باشه، یقه هفت باشه، یقه انگلیسی باشه، چی باشه؟ مدل دوختش چی باشه؟ آزاد باشه، تنگ باشه، کمر کرستی باشه، جذب باشه، پاگون داشته باشه، نداشته باشه؟ چطور اینا رو نمیگی؟ ها؟ منظور اینه که وقتی میگه پیرهن تنش اطلس، الان دارم حرف بله میزنم، نمیخوام بپرم. نه نمیخوام بپرم. منظور اینه که پیرهن، بعد شما که راجع به پیرهن میگی چطور راجع به شلوار سکوت کردین؟ شلوارش چی باشه این آقا؟ فقط پیرنش مهمه؟ شلوار چی باشه؟ جین تنش باشه، فاسنونی تنش باشه، چتون تنش باشه، چی باشه واقعا؟ شلوار لخت باشه، مدلش چی باشه؟ دمپا باشه، لوله تفنگی باشه، جذب باشه، خمره‌ای باشه، سنبادی باشه، چی باشه؟ آه؟ ماشالله ماشالله. شما عضو صنف لباس فروشه؟ بله من سه‌شنبه صبح اونجا حتما هستم. نه هیئتشو نمیگم، صنفش. اتحادیه رو میگی؟ اتحادیه پوشاک. این شما بس رئیس اتحادیه صنف پوشاک واقعا هستیم؟ میرسیم به همه این کارا؟ دیگه خدا یاری کرده ما تونستیم بالاخره فرصتمون تقسیم کنیم، خدمتگزار باشیم. خیلی خوب. اما سوال کردیم بذار حداقل جوابتو بدم دیگه. به کسی میدم که کس باشه، پیرهن تنش اطلس باشه. ببین دوست عزیز گوش کن، چه نمیذارین من همه اینا رو گفتم بابت چی؟ نخواستم اطلاعات پوشاکیمو به رخ بکشم که میخوام بگم آقا حرف شما چیه؟ این که میگی پیرهن تنش اطلس باشه، میخوای بگی که یک جنس خوبی باشه، یه جنسی باشه که در شأن خانم خدا به درت بیاد. همین تنش نگرده بگو باشه. به کسی میدم که خوب باشه، پیرهن تنش مرغوب باشه، پیرهنی باشه که در شأن خانواده، فقط هم پیرهن نه، اصلا لباس بگو،
لباسشون به هر حال شلوارش مهمه، اصلا جورابش مهمه. فقط پیرنی با یه پیرن خوب بیاد یه شلوار مندرس کهنه پاشو شما میدین؟ نمیدین که. حالا یه بار اینجوری به این شکل بخونید لطفا اصلاح شده. مرکز نالایقی نمیدم به آدم و یهل اوله نمیدم. بله خوب هنینه که بله، دارم بخونم. بله بله ادامه. برا دورش نمیدم، به حرف زورش نمیدم، به کسی میدم که خوب باشه، لباس تنش مغوب باشه. خیلی خوب شد. ادامه بدیم لطفا. احساس میکنم یه جوری داری من رو نگاه میکنی. ناراحتین؟ راضی نیستی؟ شامیاد بالشگرش آزاده ها دور و برش، واسه پسر کوچیکترش آیا بدم آیا ندم، آیا بدم آیا ندم، به کسی میدم که تک باشه ملک باشه و ملک باشه، به کسی میدم که تک باشه ملک باشه و ملک باشه. بسیار خوب. خب در ادامه میگین شاه میاد با لشکر شاهزاده ها دور و برش. آقا جنگ مگه؟ آخه شاه برای یه خواستگاری لشکر برای چی باید راه بنداز با خودش بیاره آخه؟ چون درکی از هزینه ها و ریزکاری ها و زحمت های لشکریان و سوار نظام پیاده اینا ندارین فکر کنم. مثاله یعنی اینکه آقا مثلا نشنیدین میان لشکر سلموتور رو انداخته اون سلموتور چرا شنیدین دیگه؟ حالا هرچی آقا اونا مال دوره باستانشون. بابا منظور اینه که آقا خدا آقا شما کجا ساکنید؟ منزلتون کجا ساکن؟ تهران. کدوم کجای تهران؟ مرکز شهر. مثلا توالی کجا داری؟ چیکار دارین؟ نه بگید آقا. سمت انقلاب. سمت انقلاب اما اوایل کارگر شمالی. مثلا شما تصور کن آقا یه شاهی، شاه که نداره، ما رو تخیل کن یک شاهی میخواد بیاد خاصه، واقعا این لشکر رو مثلا کجای کارگر جا بده؟ ها فضایی هستش این لشکریان بیان اونجا اتراق کنن که مثلا بیاد یه خواستگاری انجام بشه؟ حد فاصل نصرت تا فرصت مثلا کجا بذاره اینا رو؟ ترافیک نمیشه ها؟ دیگه خیلی خوب دیگه. بنابراین شما نهایتا باید بگین شما منظورم اینه که آقا خدم و حشم و محافظاش و محافظه خانواده شو نمیدونم خدم و حشم خانومش خدم و مادرش در دور واقعا خیلی بیاد مثلا شما میاد با محافظش یه عده ای دورو برش مثلا دیگه حقیرش نکنیم بزنیم با شکوه برگزار نه اگه میخوان خیلی با شکوه باشه که شما باید باشیم برین دربار شاه پاشه من برم اونجا. بله من پاشم برم دخترم خواستگاری عرف دربار این نیستش که شاه پاشه بیاد بره خواستگاری. بله در دربار مهمونی تشکیل میشه، همه هستن، دختر شما هم هست، اونجا این پیشنهاد ازدواج داده میشه. نمونهاش بوده دیگه مثلا هری و مگان. شما فکر کردین مثلا پاشدن دربار انگلستان رفتن خواستگاری؟ نه این چیزی نبوده که. ملکه الیزابت بیرون نمیره اصلا، خدا پدرت بیامرزه. ولی خب زایت من پاشم برم اونجا ازم خواستگاری کنم. خب دیگه شما نرو، شاه میاد با یه عده دیگه، دیگه نمیتونه اون تعداد بالا رو برداره بیاره. خب آقا نکن بیا این بر این همه قوانین رو زیر پا میذاره. یوسف این دفعه بیای سمتن آب میپاچم. بچا یوسف چند سال پیش تصادف بد داشت. چجوری اینا به مغزت میرسه؟ مغز؟ یا اول رسیده روز تولد تو که خواستم برات هدیه بگیرم. دزد دریایی نیست، دزد دماغی. هار 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 بلند شید احترام بذار. مامان بابا دوستتون دارم، نمیدونستم یه روزی به اینجا میرسه به ماساژ. رضا خوابت نمیا؟ چرا؟ نمیخوای یکم بخوابی؟ اولین باریه که من اینجا شیرین نشو خندونت. حله چی حله؟ جوکر تایم یوسف پاپکورن کی ها؟ من بگی پشت قارون ولی جوکر تایم رو تمام نشد. جوکر این هفته رو از دست ندی. بعد در ادامه میگیم واسه پسر کوچکترش آیا بدم آیا نم. اولا که شما نیستی که باید فکر کنی بدم یا نم، نظر دخترتون مهمه. راضی هستی؟ دلش رفته اصلا. خیلی خب حالا که دلش رفته شاه اومده خواستگاری، با خانواده شاهی میخوایم وصلت کنی. شما یه طبقه متوسطی، طبقه اقتصادی اجتماعیتون عوض میشه با این وصلت، بنابراین این تردیدات دیگه خیلی معنی نداره. آیا بدم؟ حتما میدم. شما دیگه الان تو موضعی نیستی که بخوای فکر کنی میرا شاه اومد اجازه بدین من فکر کنم ببینم اجازه بدین عجله نکن. نه آقا کرامت آدم رو بین نبرین دیگه استاد. آقا بالاخره شاه اومده دیگه، شما طبقتون داره اول فرصته. بعد این وصلت اتفاق بیفته شما میشین پدر خانم تحت قاری شاه.
اون تحت آقا رو جایی میبینن میگن ایشون سحر اون آقاست. چیه این آقاست؟ سحر. سحر داماد. داماد. داماد این آقاست مثلا. داماد میشه سحر؟ بله بله. نشیده بودی؟ نه. بله میگفت. میگفتن سحر. بله. بنابراین واسه پسر کوچیکترش آیا بدم؟ حتما میدم. این شکلی. در ادامه میگیم به کس میدم که تک باشه، ملک باشه، ملک. بگید مشکلی نیست. بخونید لطفا. شامیات با محافظش یه عده‌ای دور و برش واسه پسر کوچیکترش آیا بدم حتما میدم، آیا بدم حتما میدم، به کسی میدم که تک باشه ملک باشه و ملک باشه. خوب شدی؟ بله بله. دختر من رفیق من، هم نفس شفیق من، نگین انگشتر من، عقیق من عقیق من، دختر من یار بابا، شام شب تار بابا، تو این گلستون جهان نوگل بیخار بابا. لا 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 یه دختر دارم. خب ببینید میگین دختر من رفیق من، هم نفس شفیق من. آفرین، اینا چیزای خوبه. اینکه پدر رفیق دخترش باشه اینا خیلی خوبه. اصلا دختر واقعا میگن خدای مردی دوستش باشه بهش دختر میده، بعد اولین قهرمان مرد در ذهن دختر پدرش. الله همه اینا توی این بله بود. آفرین، ما اگه یه جای ایراد میگیریم خوبیارم میگیم. مرسی، زنده باشی. نگین و انگشتر من، عقیق من عقیق من. حالا که دیگه پای سنگای قیمتی باز شد و اینها، یا استاد دیگه شما کارشان سنگ که نیستین شما. نه ولی خب بالاخره یه اطلاعاتی داریم دیگه. مثلا شما اگه داری عقیق میگی اون یکی، خب از این همه سنگای که از سنگای متعدد با داریم، ما عقیق داریم. خود عقیق، عقیق سرخ هست، عقیق زرد هست، یاقوت داریم، زبرجد داریم، زمرد داریم، الماس داریم، فیروزه داریم، سنگ حدید داریم، در نجف داریم، مروارید داریم، سنگ شجر داریم، باباغوری داریم، توپاز، آمیتیس، مارماریس. این همه اطلاعات هم جوری داریم فقط؟ تواضع کردم گفتم. من حقیقت اینه که من رئیس انجمن سنگ ایران هستم. نه من تو مشخص بود، خیلی اطلاعات داریم. بنابراین نگین انگشتر من، عقیق من عقیق من، عقیق اول به جاش مثلا بگین حدید من عقیق من، که دو تا سنگ اشاره کرده باشه. حدید میگه سنگه؟ بله آهنه. سنگ. که بله توش آهن داره دیگه، سنگ حدید انگشترش هست، سنگ حدید. خب به چه درد میخوره؟ مستحب پسندیده است موقع جنگ و رزم حدید به دست بکنید. مگه جنگ الان شاه با لشکرش داریم یا شما خودتون گفتین که؟ خب شما عوض کردین، گفتین آقا یه چیز محافظن، اینا جنگی بله. نداریم، دعوا نداریم. اگه یه وقت با لشکر خواست بیاد شما در جریان باشید، حدید دست کنید. حالا که با لشکر نه، حدیدو در بیارین لطفا. من در آوردم. توپاز دستتون بکنید. چی دستم کنم؟ توپاز. می‌خواستم بگم زبرجد دستتون بکنید، ولی زبرجد خیلی گرونه، اذیت میشین بخواید تهیه بکنید. توپاز دستتون بکنید، قیمتش گمه، کسی در جریان نیست. اسمش هم دهن پر کنه. توپاز. کسی پرسید اون توپاز؟ آها فکر کنم خیلی گرونی. آره آره. نگین انگشتر من، بله باید تو چشم باشه، پول دارن اونا بالاخره. آره کم نیارید. نگین انگشتر من، توپاز من عقیق من، دختر من یار بابا، شمع شب تار بابا، خیلی قشنگه، تو این گلستون جهان نوگل بیخار بابا. گل بیخار خداست، ما گل بیخار نداریم. خب دیگه از چشم بله. پدر که دختر بگید گل کمخار. همون دخترم یه جایی داره شما رو قطعا میشکنه. بی عیب نیست، هیچکی بی عیب نیست، هیچکی. بخونید لطفا. دختر من رفیق من، هم نفس شفیق من، نگین انگشتر من، توپاز من عقیق من، دختر من یار بابا، شمع شب تار بابا، تو این گلستون جهان نوگل کم خار بابا. لا 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 لا. یه دختر دارم عیب نداره، صورتی داره خیلی زیبا، از خوشگلی تا نداره، به اینونش نمیدم، به همه نشونش نمیدم، به خواستگارش نمیدم، به هر دیارش نمیدم، به کسی میدم. بله 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 بله. خب ببینید، میگید از خوشگلی تا نداره، به این و اونش نمیدم، به همه نشونش نمیدم. آقا بالاخره شما در مجلس خواستگاری که دیگه دخترتون رو باید نشون بدین.
حق داره داماد دختر شما رو ببینه. حالا یه چای میاد میده میره دیگه. اصلا واقعا میگن که آدابی هست، لباس دختر باید تو مجلسی طوری باشه داماد بتونی ارزیابی بکنه بدن دختر رو، اندامش رو، فیزیکش رو. یعنی چی؟ بله اگه نمیدونید اجازه بدید غیرت و تعصبتون رو بذارین کنار. شما ازدواج آقا من دارم از نصوص حرف میزنم، حرف بدون فکت نمیگم. لباس دختر میتونه یک لباس توری باشه، گیپور باشه، بدن نما باشه. آقا زشتین چه اجازه تعامل کنی بذارین حرفامو بزنم. میتونه لباس دکولته باشه، عرض کنم که یه دامن ماکسی باشه مثلا، حالا ماهی باشه بهتره، ور نداره دامن کلوش تنش کنه. یه چادری که چادر نماز روشنی باشه، پارچه نازک که بشه بدنش رو دید، ور نداره چادر کلوکه سرش کنه، میتسوبیشی نگیره، چه میدونم الگانس، عرض به حضور شما که مازراتی اینا رو سرش نکنه، یه وقت کرپ کیفی سرش نکنه. این آداب هست. بعد بیاد اصلا برای چی میگن چای بیاره عروس؟ چای بیاره راه بره، راه رفتنشو ببینن، یه ارزیابی بکنن. خیلی وقتا میگن خب میشه عروس خانم یه پرتقال برام پوست بکنه، میخوام ببینن بلده بلد نیست. اینا هست. ممکنه مادر داماد که اینجا احتمالاً ملکه هستن دیگه، چون شاه اومدن خواسته درست، بعد موقعی که میخوان اندامشون رو ببینن لطف کنن شاه برن اون اتاق بشینن، تنها مرد همون داماد باشه تحت آغاری شاه. مادر داماد ملکه اگه یه شوخی کرد، یه مزاحی کرد، عروسی تبسمی بکنه، دو لبش باز شه، میخوان ببینن که دندوناش چه شکلیه، قهقهه نزنه، ولی خب اینجوری هم نخنده، بالاخره این دو لب یکم باز بشه. اینا هست. متوجه هستین؟ شما فرهنگ عامه بلدی؟ بله من استاد فرهنگ عامه و تمثیل شناسی هستم. بله. ولی من عمرن دخترم بیاد لباس سو یعنی چی خجالت بکشی؟ من دخترم بردارم با لباس توری یک باره بعد قصد ازدواج آقا میخوان با هم زندگی بکنن، حق اون پسره که اینا رو ببینه. به حق دختر نیست پسر رو ببینه؟ چرا؟ ببینی؟ آقایون نوعاً عرفاً لباسشون یه طوریه که شما یک بار یکی رو ببینی میتونی بگی که این چاقه، لاغره، بلندقده، کوتاه‌قده. در آقایون اون پوشیدگی وجود نداره که. ولی خانومی که بخواد با حجاب کامل با چادر، شما نمیتونی خیلی تشخیص بدی که چه فیزیکی داره، چه مختصاتی داره. از خود که در نمیاد این کاملا از نصوص و متونی که مربوط به این حوزه است دارم بیان میکنم. بعد در ادامه میگیم به خواستگارش نمیدم، به هر دیارش نمیدم. آقا شما بالاخره نظر نظر خودتونه، نظر دیگران، دختر، ما، اینا براتون مهم نیست. دارین استبداد رأی به خرج میدین و این اشتباهه. من استبد به رأیه فهلک، در جریان باشید. یعنی چی؟ یعنی هر کی استبداد رأی به خرج بده هلاک خواهد شد. خود رأی نباشید. بپذیرید حرف دیگران رو، حرف دخترتون رو، حرف مادرشون رو. نه خب ولی میگن در خانه اگر کس هست یک حرف بس است دیگه استاد، من بعد حرف آخر رو بزنم دیگه. با مشورت مادرش و خود دختر. دیکتاتوری نکنید. دیگه ادامهش هم تکرار به نظرم چیز کردین تو خاطرات یه مردم. مروری نه 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 خراب کردیم. اولا یه خاطرات جدید ساختیم، بعدم یه مروری کردیم به حال یه سری آداب و روش هایی که برای مناسبات اجتماعی بوده، خواستگاری، ازدواج، اینا خوب بود، مفید بود. بعد دست شما درد نکنه. امیدوارم مردم خوششون بیاد. امیدوارم خوششون بیاد و مرتبا خونده بشه. موفق باشید. قربون شما. خداحافظ. این در نداشین خودکار؟ نه. خودکار دردار ندارین؟ اگر میشه آره، چون جزو کاراکتر استاد تعریف کردیم درد رو. یعنی گذاشتی الان زلط یه شعری را بندازی جزو کاراکتر استاده که دردش داره. یه دختر دارم شاه نداره، شمایی زاده، عمو حسن، خدا رحمت کنه علی انصاریان رو. 3 2 1 به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم، به راه دورش نمیدم، به حرف زورش نمیدم، به کسی میدم که کس باشه، پیرن تنش اطلس باشه.
شما هم لحاظ میکنین دیگه، شما دختر به هر کسی میدین؟ قطعا. یک زورکی یه نفر بخواد دختر میگیم به کسی میدم دارم که... حرف میزنم باهاتون. یه چارچوبای خاصی داریم برای ازدواج دخترتون، جالبه. شما هم دختر دارین به دخترتون و هر کسی که بیاد سر منم بله بله من نفر بیاد قطعا بابا دارم حرف میزنم. بعد غیر از متریال مدل هم براتون مهمه. مثلا این پیرانه اطلس یقش چه شکلی باشه شما دخترتون میدید؟ یقه حسنی باشه، یقه کراواتی باشه، یقه خرگوشی باشه، یقه شکاری باشه، یقه قایقی باشه، یقه دیپلماتی باشه. مدلش اینا براتون مهمه. کمرش کمر کرستی باشه، آزاد باشه، چی باشه؟ ای داشته گفته الان یه جا مندازه الان اینا جا مندازه هیچ چی جا منظور اینه که با خدم و حشم با محافظ با خب با محافظ بگیم مثلا شما میاد با محافظش لشکر را نمیدازم یه شما فرض بکن تو همین شرایط فعلی شهر تهران یا امام سما اوکی تا این شد شما این وسط اتفاق بیفته برای شما میشه پدر خانم ولیعهد. ولیعهد تو جایی میبینن میگن ایشون سحر این آقای چیه این آقا؟ دختر من رفیق من هم نفس شفیق من نگین انگشتر من تو پاز من اخیر بچه یه بحث مبسوط لباس مونده هنوزا خدا بخونی لطفا دختر من و رفیق من تو پاس هر چی که دلمون میخواد داریم بگیم سه انبای پارچه انبای یقه امیدوارم مردم خوششون امیدوارم خوششون بیاد و مرتبا خونده بشه. موفق باشید. قربون شما. خدا خدا کات